سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. هر جا که هستین شاد و سربلند و تندرست باشید. امروز اومدیم با یه برنامه در خدمت شما هستیم. رفتیم نظر مردم استرالیا رو پرسیدیم، ازشون درباره اتفاقاتی که تو ایران افتاده و ببینیم چی فکر میکنن. آره دیگه، میخواییم ببینیم که چه فکری میکنن راجع به اتفاقات ایران و چه احساساتی دارن اگه خودشون توی همچین سیچویشنی زندگی میکردن و همچین جامعه‌ای یا داشتن مثل ایران. میخواییم ببینیم که نظرشون چیه و دقیقا میخواییم ببینیم که چه حسی دارن توی همچین شرایطی و چه پیامی واسه مردم ایران دارن و چه جوری ساپورتشون میکنن. همین دیگه. خیلی خوب، بریم ببینیم که اولی مصاحبه رو میخواییم سوال ازشون بپرسیم و ببینیم که جوابشون چیه. If I tell you that this lady got killed because of hair was showing, yeah, how would you feel about that? خب سوال اولمون همونطور که موبین پرسیدش از یکی از شهروندهای استرالیا این بودش که چی بود سوال دقیقا؟ سوالم این بود که مثلا اگه شما تون انوارومنت اگه زندگی میکردین، یعنی شرایط تو این شرایطی که تو ایران هستی زندگی میکردین چه حسی داشتین؟ و مهسا امینی کشته شد به خاطر اینکه حجابش موش داشت به قول معروف نشون میداد. دقیقا. خب میبینیم که جوابش چی هسته چین؟ I feel really sad in general. I think everyone should have the right to be how they want to be and do what they want to do with their hair or in their style in general. I think everyone has a unique personality and they should be able to show it. خب چی گفتش دقیقاً؟ میگه که من خیلی غمگینم بابت این اتفاقی که داره میفته و اینکه همه به قول معروف یک اپینین اپینین چی میشه دقیقا؟ نه اشکال نداره. خب من میخوام فارسیش هم بدونیم که بچه ها اگه 100% این کلماتو شاید ندونن. اپینین چی میشه؟ یعنی که یه چیز شخصی، دیدگاه شخصی خود کس. یعنی دیدگاه و نظر هر کسی که حالا میتونه بی حجاب باشه، میتونه حجاب داشته باشه. آره. مثلا منظورش اینه که هر کسی با کسای دیگه فرق داره و سلیقه‌های خودشو داره به قول معروف. دقیقاً. و اینی که جمهوری اسلامی این کارو انجام میده یه جورایی به قول معروف داره میگه که من تو همچین شرایطی خیلی اذیت میشم. اذیت میشم. خیلی سده. خب همین سوالو ما از نفرات مختلف پرسیدیم. حالا نفر بعدی رو میریم میبینیم جوابش چیه؟ It seems to me that they've always had a lot to fear and nothing's ever changed and nothing will change for a long, long time, if ever. I don't believe that. میگه که اون حس ترسم داخل مردم هست و اینم 100% حسش میکنه اگه باشه. The mindset it's inbred in them so that in the male میگه که تو این مدت سالها چون تو مغز آدم ها کردن این روش زندگی و مایندستشون رو کردن که حتما بعد مثلا حجاب داشته باشن. آره بوده این چند ساله، میگه این چند ساله بوده و حالا 40-50 سال مثلا تو ایران این اتفاق افتاده دیگه که مثلا به زور به یارو گفتن که بعد تو حتما حجاب داشته باشی یا مسلمان باشی. یارو نمیتونه تو ایران مثلا بگه من میخوام مسیحی باشم. درست. یا مثلا چون مسلمان زاده است حتما بعد بره مسلمان باشه. یعنی نمیتونه مسیحی باشه، نمیتونه بره هر دینی که دوست داشته باشه. درست. با عقل خودش انتخاب بکنه. I think that it's very sad. It's sad not only for the women and the children, it's sad for the males as well. میگه که سخته، نه برای فقط زن، برای مردان همینطور خیلی سخته، برای بچه های آینده مخصوصا. دقیقا. مثلا یه بچه بخواد توی ایران چه میدونم یه دختر بره مثلا بخواد
برقصه یا مثلا بخونه خوانندگی بکنه، خب اینو این استعدادش کشته میشه تو ایران، نمیتونه این کارو انجام بده. درست. به خاطر اینکه کشور مثلا اسلامی یا قوانین اسلامی روش حاکمه. درست. از این مثلا بچه‌ها دیگه آینده ای ندارن دیگه. این یارو مثلا تالنت خوانندگی مثلا صدای خوب داشته باشه، خب استعدادش کشته میشه. درست. یا بعد فرار بکنه بره، یا بعد بمونه و مثلا آیندهش خراب شه. If they ever wake up one day with a consciousness soul. میگه که فقط من آرزوم اینه که، آرزو که نه، میگه که فقط میخوام این روزو ببینم که همه بلند میشن و بیدار میشن از اینکه ببینن این کاری که دارم میکنم واقعا اشتباهه و به آزادی برسن. و به آزادی. And realize that they have got it wrong. And it's not too late. They could change it. It's too late for that poor girl, obviously, and the family of that poor girl. ولی میگه برای مردم هنوز دیر نشده که بخواین قانون عوض بکنن یا مثلا آزادیشون رو پیدا بکنن. Can't wake up and just be part of a beautiful world where it must be a beautiful country, and thank you. It needs everyone to be able to enjoy it equally. Yeah. So that everyone has value, the same value. کشور ایران 100 درصد که کشور خیلی خوشگلیه و خدمت بسیار زیادی هم داره و آدمای اونجا باید از این خدمت و زیبایی ها استفاده کنن و ازش بهره ببرن، چه دختر چه پسر، هر جوری که دوست دارن باید فریلی باید آزادانه زندگی کنن. دقیقا. این زنه خیلی خوب صحبت کردش، خیلی بول بودش، خیلی بال بود. واقعیت ها رو یه جورایی، آره قشنگ واقعیت ها رو خیلی منطقی توضیح برد واسه مردم ایران. حالا بریم سوال بعدی هم. سوال بعدی نه، شخص بعدی. هموطن بعدی. Not good. I find it really disgusting. Horrendous. Yeah. Yeah. I'd be incredibly angry that someone can actually, just a small group of people can have that much power, and I'd want to fight. And it reminds me of Handmaid's Tale. Yeah. It's really, really scary. این یه جورایی توصیف کرد به یک فیلم به نام Handmaid's Tale. این مووی درباره اینه که سنگساری و زنها رو سنگسار میکنن و یه جورایی زن ستیزیه کلا فیلم. برای همین اروپایی هم اینجوری بودن قبلا بودن، درسته، ولی الان نکن ایرانو چیز کرده، یه جورایی به اون توصیف کرده. خب مسیحی هم همینجوری بودن، بودن، آره، خیلی اجبار رو سرشون، ولی کسی نمیگه الان مسیحی ها اینجوری هم، درسته؟ نه دیگه، اینو نمیگم. ایران رو توصیف کرد به این خب اینا یه بره قضیه هم، مثلا اگه بخوای خیلی توش ریز بشی میخوان اسلام رو خراب بکنن، یعنی مثلا بگن که مسلمان ها نه فکر نکنم این بیشتر کسایی که دارن اون کشور رو اداره میکنن. نمیدونم، ولی خب من فکر میکنم که مسیحیت هم زن ستیزی توش داره. 100% داره، همه جا داره، همه کشور. ولی خب اینا چند شدن و به اون آگاهی رسیدن که بخوان به زن احترام بذارن. خب خود استرالیا هم یکی از کشورهاییه که زن توش یه چیز خیلی مهمیه، یعنی نامبر وانه دقیقا، یعنی اول زنه، بعد حقوق حیوانات، بعد حقوق مرد هست دقیقاً تو استرالیا. یعنی اول حقوق زنان تو استرالیا 100% آره اتفاق میفته. Yeah. And it's really cool that men are supporting the women to... Of course. Yeah. گریه کرده جینجا. من خدا عشقش دارم. Yeah. Of course. Yeah. Not good. I'm glad Kimmy, our friend, is out there. And it's so sad. And there is such a beautiful culture. میگه که خیلی غم انگیزه به خاطر اینکه با این فرهنگ غنی که ما داریم واقعا downtrodden, miserable. I can't even imagine what it must be like to so lucky that I'm
treated equally as a woman in this country, so my heart goes out to those people. میگی که واقعا باز دوباره حرف قبلی رو گفتش که فرهنگ بسیار غنی و قشنگی داره ایران، ولی کسی ازش متشکر نیست، کسی ازش تشکر نمی‌کنه، اپریشیت نمی‌کنه. درسته. اصلا برای من که اصلا قابل حزم نبود این موضوع که به خاطر یه چنین چیزی یه نفر بخواد دستگیر بشه، کشته بشه. خیلی جالبه. خب الان ما ایرانی ها الان تو خارج از ایران انقدر آزاد دارن زندگی میکنن، یعنی کسی با کسی کاری نداره، ولی خب تو ایران یه مقدار ملت نمیدونم چرا اینجوری هم همش با هم کار دارن، یعنی مثلا تو کار هم دخالت میکنن. همین باعث شده که جمهوری اسلامی هم به خودش این اجازه رو بده، یعنی دولت، که به مردم بیاد بگه آقا تو داری چی کار میکنی. یعنی مثلا بیاد تو خونت بگه چرا پارتی گرفتی. دقیقا. آقا به تو چه ربطی داره؟ من تو خونم میتونم هر کاری بکنم. خب چرا؟ مردم خودمون اجازه داده. چرا؟ چون همسایه تو توی ایران، همسایه تو مثلا میگم فالگوش وایستاده بزنم این یارو چی میگه، تو کار تو دخالت کرده. این دخالت ها باعث شده اختلاف بیفته تو ایران. حالا تو اصلا تو جرئت نمی کنی بری به همسایه بگی چی کار داری می کنی تو خونه. نه. اصلا پلیس میاد دهن تو سرویس میکنه. برای کلا بحث فریدامه، حالا چه حجاب باشه چه هر چیز دیگه ای، برای حرف زدن، اعتقادات، نظراتت، کوچکترین چیزا رو، این حقایی که هیومن رایتس ما نداریم تو ایران. دقیقاً راست میگه دیگه. خب تو ایران حالا اینم هست دار. چرا تو ایران نداری؟ چراش مهمه. اینه که ملت ایران نمیتونن این انسانیت رو بفهمن. هیومن رایتسی که این داره میگه، خب تو استرالیا آقا ما که اومدیم اینجا به مثلا پناهندگی اومدیم اینجا چقدر به ما احترام گذاشتن. آره. یعنی انسانیت دیگه. ایران ما الان تو ایران مثلا یه افغان رو چقدر اذیت میکنیم. خود آدم ها هم نمیخوان رعایت کنن، فقط جمهوری اسلامی نیست که. I can't imagine it, to be honest. Okay. Yeah. I wouldn't feel safe, I guess. Feel safe, yeah. I feel like everyone has the right to express themselves and wear what they want and do what they want. Yeah. So I wouldn't feel good about it. It's very sad and scary and, yeah, it makes me worried for people that are living there and yeah. Who want to have their human rights. I feel absolutely terrible. I feel like horrible. بیشتر تکراری بود دیگه، چون که همه جده این میگن که آدم ها میتونن هر کاری که دوست داشته باشن بکنن. بکنن و واقعا غم انگیزه که اگه نتونن انجام بدن. دقیقا. الان دیگه تو این قرن 20 با این همه تکنولوژی و با این همه آگاهی که تو جامعه ها هست، فکر نمی کنم باید اینقدر فشار به مردم باشه، ولی بازم اون مردم هم باید ببینی چه جوری هم نگیره. Five for my daughter, like I'm having to grow up. مثلا اینو بذار بگم، تو کره شمالی فشاری که روی مردم هست از طرف دولت خیلی بیشتر از ایرانه. داره خیلی یارو تو خونش آتیش سوزی شده بوده، بچهش رو نجات میده، عکس این یارو پوسکش کیم جون اونه کیه، اونو بر نمیداره از دیوار، یارو رو میکشن، مجازاتش میکنن. مثلا اینکه تو آتیش چرا کیم جون اونو باشی، عکس اونو چرا نجات ندادی، بچه تو نجات دادی. You know, in a society where they can't do everything and treated so inhumanely. میگه که من 100% اصلا حس خوبی ندارم که تو این کشور زندگی کنم، و میگه برای دخترم حتی میخوام یه زمینه سیفی داشته باشم، یه زمینه خیلی که بتونه زندگی کنه به راحتی. دقیقا. بعد میدونستی اینا چقدر رو زن و دختر حساسن به خاطر اینکه چون زن یا دختر نه یه چیزی رو متولد میکنه خودش، یعنی درسته. چون بچه که متولد میکنه اون بچه
میشه آینده یک کشور دیگه. من میگم چیزن زن ها چون شکستنی هم بیشتر و بیشتر بهشون احترام بذاریم و حالا ما مثلا اینو باید جالب بشه غالب بشه جالب آره دیگه بشه. ولی مثلا توی ایران یاروش شوهر خود زنه احترام اصلا نمیذاره به زنش. چرا؟ مثلا فکر میکنه زنه بعد تو خونه فقط کمتره چون زنه. آره بپزه بشوره بسابه بچه داری کنه همین در حد هم نه میتونه کار کنه نه میتونه ورزش کنه نه میتونه فعالیت داشته باشه توی ایران. یعنی اون شوهره نمیذاره. آره. خب دولت چجوری بذاره شوهره وقتی نمیذاره؟ And I want to know if you were living in that sort of environment that the government wants have a dress code on men and female, how would you feel? What would you do about it? I would feel really restricted and I would feel in chains in a metaphorical sense. You know, the government or any person in general, like I said, shouldn't dictate how you live your life and especially women. سوال این بود که مثلا اگه میدونستی توی یک کشوری که زندگی میکردی روی لباست حتی قانون گذاشته باشن که چه جوری میتونی بیای بیرون و تو اون شرایط اگه زندگی میکردی چی کار میکردی؟ It's just sad to see that there's a part of the world where women can do whatever they want, but there's another part where their life is just really restrained in terms of their day-to-day life. Yeah. اینجا که میگه 100% اونجا که باشم فکر میکنم توی زنجیر منو بستن که نمیتونم آره زندانی هم که نمیتونم کار دیگه انجام بدم. That's a hard one. I think that the great minds of the world would have difficulty even answering that. I mean, as I said, you know, it's been handed down from the patriarchal from generation to generation. میگه که کار خاصی انجام نمیشه نمیتونیم انجام بدیم الان و اگرم بخوایم انجام بدیم خیلی سالا طول میکشه چون خیلی سالها بر تو مغز ما فرهنگ ما کردن در صورتی که نبوده. منظورش اینه که یعنی الان مثلا توی این 50 سال نسلایی که اومدن اینا را آموزش دیدن دیگه. درست. آقا برادره یا شوهره به زنش مثلا حجاب اجباری میکنه. اجباری کنه درست. ناموس مثلا یه جور دیگه به آدم ها شناختونه. شناختن. مثلا خب میدونی تو ایران یارو خواهر خودش رو مثلا ناموس خودش میدونه. درست. ولی مثلا دختر همسایه رو دنبالش میدوه و مثلا دنبال ناموس مردم هم میره. درست. این فرهنگ شده دیگه. یه جوری جا افتاده الان تو ایران. یارو مثلا زن خودش رو یا خواهر خودش رو ناموس خودش میدونه ولی خب خواهر بقیه رو نمیفرین اصلا نمیبینه. میگه از اون مثلا آقا یکی دیگه است انگار مثلا هموطن نیست. I would try to leave, I guess. میگه که من میگه من 100% از اونجا خارج میشم و مهمتر جوری ممکن. حالا چرا باید خارج بشه؟ نظر من باید بمونه درست بکنه. میگه خب من اترسش دیگه اترسش داره به بعد میگه خب ماها مثلا فرار کرد. این با این که مثلا تو این کشور نیست بازم میدونه چقدر ترس داره که as an individual. Yeah, I'd probably want to try and get out. You know, for a better life. For a better life and for family for a better life. میگه پروتست بکنن منم یکی از 100% باهاشون هستم. باهاشون همراهی میکنم. یعنی نمیشینه تو خونه مثلا خواهی کنه. آره. مثلا الان بیشتر بچه ها تو ایران مثلا خونه در نمیاد. در نمیاد. بخاطر اینکه میترسه. 80 90 ها قشنگ 90 هم داریم آره نظره نمیدونم. فکر نکنم. 14 سال نه 11 سالش میشه 90 سالش. ولی خب مثلا در 70 80 ها خواهشو دارن دیگه. میگه. میگه 100% اونجا میزنم بیرون و اونجا نمیتونم زندگی کنم. I'd probably want to try and get out. با این حالا بک‌گراندی که دارم میام.
call this government as a dictatorship? Certainly, yes. Absolutely. Yes. Yep. Yes. Definitely, yep. A dictatorship. Yes. Definitely. Yeah, as far as well, I'm aware. From what I know, it sounds like it is. Yeah. Oh, I don't know enough about it to be honest, but I feel like policing the way people dress has got something dictatorshipy about it. Yes. Yes. Yep. Yeah. And what's absolutely. Yes. Yeah. Hamid, yeah. Hamid, yes. Well, from what I know, it sounds like it is. Yeah. From چیزایی که دیدم واقعا میگم. Oh, I don't know enough about it to be honest, but I feel like policing the way people dress has got something dictatorshipy about it. میگم من اونقدری که اطلاعات داشته باشم ندارم، ولی اون چیزی که میبینم وقتی پلیسا دارن یه کاری رو به فشار و زور انجام میدن به یه کشوری، به یه آدمی، آدمی که دارن زندگی میکنن، صد درصد دیکتاتوری جلوه میده خودشون. What's your supportive message to Iranian protesters, Iranian women and men that are protesting for changing a regime? What's your message to them? That I think they're doing the right thing and that they're very brave. And they keep going. Yeah. Yeah, I guess I would say that there's people in Australia that know about what's happening there and really worried, and I'm not sure that it doesn't feel like there's much we can do from here except to say, our thoughts and are with you and hope that, we can make some change and, good, all my wishes and, sending lots of love to everyone there. The women out there in Iran, freedom for you that are facing persecution in a horrible manner that you do not deserve. این کسایی که تو سالی هستن الان میدونن در واقع قضیه که داره اتفاق میفته تو ایران و ساپورتش میکنیم و هر جوری که میتونیم صداشون رو به کل جهان میرسونیم. دمشون گرم. بعد بگید که آقا من لیاقتم بنز لامبورگینیه مثلا، ولی پیکان داری. نمیشه گفت. هر کی در به قول ما حتی خودش میتونه آفرین. یعنی در حد خودش، در حد خودش که داره میخواد خودشه. آره دیگه. یعنی مثلا یارو پیکان داره، نمیشه حدش هم پیکانه دیگه. نه نمیشه گفت حدش هم پیکانه. چرا؟ به خاطر اینکه یارو شاید همینو انتخاب کرد. حقشو خوردن یا شاید همینو حق، شاید همینو میخواد انتخاب کنه اصلا. نه، منظورم اینه که آقا الان مثلا جمهوری اسلامی توی ایرانه، به نظر تو حق مردم ایرانه؟ نه. به نظر من 80% مردم ایران حقشونه. به نظر من حقشون نیست، به خاطر اینکه به نظر تو نادانی... دولت استرالیا میتونه توی ایران حکومت کنه؟ دولت استرالیا فعلا نه. بگم بیا فرهنگ... 40 سالی طول بکشید، 45 سالی طول بکشید، یعنی باید فرهنگ رو عوض شد. فرهنگ باید عوض بشه. بس دیگه، همین مردم ایران هم مقصرن دیگه. مقصر که هستن، اما هم اولش هم که انقلاب کردن مقصر بودن. آفره. ولی یعنی باید عوض بشه که بعد آگاهی و سطح آگاهیشون رو یا فرهنگشون رو برسونن مثلا به مثل مردم استرالیا بشن، که یه دولتی هم بالا سرشون باشه مثل دولت استرالیا. یعنی مثلا یه ایرانی باید یه جوری به یه پناهنده افغانی مثلا احترام بذاره، همون جوری که مثل به رفیق خودش احترام، مثل یه ایرانی بهش احترام بذاره، یعنی حقوقشو بده. حالا نه افغانی، حالا هر کشوری دیگه، حالا مثلا افغانی ها مثل خودمونن. حالا مثلا یارو ماها از ایران اومدیم تو استرالیا، اینا به ما انقدر احترام میذارن. یارو مثلا فکر کن از آفریقا بره ایران پناهنده شه، سیاه‌پوستم باشه، به نظر تو ایرانیه
دهن یارو رو سرویس نمیکنه. آره خب 100%، چون بعد میگم فرهنگ بعد جا بیفته دیگه. یارو ایرانیه توی استرالیا برده داری میکرد، دیده شنیده بودی؟ نه. یارو چینی فروشیه، سه تا ویتنامی رو برده خودش کرده بود. این دیگه ربطی به جمهوری اسلامی نداره که. آره we support you here from Australia, and I know that there's not a lot we can do, but if they keep going one step at a time, one day you'll have freedom too, I hope. این که همینجوری ادامه بدین، همینجوری قوی ادامه بدین و به سوی آزادی و اینکه به همدیگه آگاهی بدین، یعنی فرهنگ همدیگه رو ببرین بالا. وقتی مثلا یه جوانی توی خیابون دنبال ناموس مردم افتاده، به جای اینکه پلیس بیاد بهش گیر بده، خود آدما یه جوری فرهنگ سازی بکنن که اون جوانه تخلیه بشه دیگه، نیفته دنبال ناموس مردم تو خیابون. ما خودمون توی ایران که جوان بودیم، الان پیر نشدیم، مثلا 10 سال پیش آقا اصلا کارمون این بود، یعنی مثلا سرگرمیمون این بود که تو خیابون بیافتیم دنبال دخترها، مثلا روزی 3-4 تا شماره بدیم. این چه کار مسخریه؟ تو استرالیا که این کارو میکنه؟ نمیکنه. فکر نکنم تو ایران دیگه هم چه کاری بکنه. پره، به خدا پره. با ماشین مزاحم یارو، بابا یارو که بخواد بده میاد میده دیگه، این چه کاریه؟ وایستو جلوش بوق بزن خانوم فلان. کجا تو استرالیا یا نفر این کارو میکنه؟ بکنن زنگ میزنن پلیس. بابا ننه یارو رو سرویس میکنن بگیرنش، مزاحمته. اینا باید فرهنگ سازی بشه، اینا باید درست بشه، این باید مورالیتیمون باید درستش کنیم، باید راه هدایت آگاهی دیگه، آگاهی یه جوری که همه آدم ها به هم دیگه کمک بکنن که آگاهی، سطح شعور و آگاهی بیاد بالا تو این دور و زمانه. حالا نمیدونم دیگه، ما خودمون اینجا 10 سال پیش اومدیم هیچی نمیدونستیم، وقتی اومدیم اینا ما رو تربیت کردن یه جوری، نشون دادن یه جوری، یعنی مثلا وقتی تو اسپید رفتی، سرعت رفتی، یا مثلا مشروب خوردی، گرفتنت، پشت فرمون گرفتنت، مثلا بهت یاد دادن، نه اومدن بزننت، نمیدونم اعدامت بکنن، یه جا دیگه بکنن. یه جا دیگه چیز میکنن دیگه، اذیت میکنن، گواهینامه‌ات ازت میگیرن. آره دیگه، ببین قانون راحتی ها از تو میگیرن، نمیذارن دیگه درایف بکنن چون خلاف کردی. خب این بود، صحبت ها رو شنیدیم، ما راجبش هم صحبت کردیم، حرفا زیاده، نمیخوایم که ویدیو طولانی بشه و شما اذیت بشین. خیلی ممنون که با ما همراه بودین و که کامنت بذارید با هم صحبت بکنیم، ببینیم که نظر شما چیه. بچه خیلی ممنون که تماشا کردین، امیدوارم که هممون به آزادی برسیم و به حقمون برسیم، هرچی که هست بتونیم آزادانه زندگی بکنیم. دم همتون گرم، هر سخنی هم شما دارید. برای ایران آزاد، برای ایران زیبا، سرسبز، زیبا و دیدنی، همه ملت عاشق هم باشن، پیوند باید همه با هم باشیم. آره دیگه، پشت هم باشیم، پشت هم باشیم. ایرانی ایرانی باشه، آفرین. هم دیگر رو مسخره نکنیم، استان اینا با هم فرق نداره، هم دیگر رو مسخره نکنیم. یارو بگه تو ترکی، تو لوری، تو شمالی، نمیدونم تو دهاتی. اینا رو گرفتن از ما دیگه، اینا رو آوردن با ماهی صفت، ماهی صفت ما تمام این جوکا رو آورد که به خاطر همینا بود دیگه. دقیقاً بدبختن اونقدر گرفتن زدن، 60ش هم زدن دیگه. ببین در این حد دیگه، دقیقاً ببین الان مثلا یارو تو ملبورن هیچ موقع به سیدنی نمیاد، یا تو برای سیدنی ها مثلا اینجا نیای، مثلا پول بهش نده، نمیدونم بزنتش. تو ایران اینجوری بود، یارو شهرستانی میومد تهران، تهرانی ها دهنشو میگاییدن، تهرانی میرم شهرستان اونجا اونا عقده هاشونو خالی میکرد. خب این چه کار مسخره ایه؟ مگه ما هموطن نیستیم؟ ایرانی نیستیم هم چه برسه غریبه ها که میومدن؟ همین صحبت زیاده، ببخشید سر شما رو هم درد آوردیم. دمتون گرم، ممنون که با ما همراه بودین. فعلا خدافظ.